روقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما همراه شد. خانم رضایی خیلی خوش اومدید. همونطور که در متن خبر هم داشتیم، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خواستار برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها شده. چقدر احتمال این رو شما محتمل می‌دونید؟ سلام خدمت شما و بینندگانتون. من حقیقتش فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت این رو داشته باشه که دادگاه خانم‌ها محمدی و حامدی رو به صورت علنی برگزار کنه، به این دلیل محکم و ساده که در واقع اگر که مستنداتی در مورد همطور که خودشون میگن و در بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به صورت بسیار نادر صادر کردن گفتن که آموزش دیده سرویس‌های جاسوسی و سرویس‌های اطلاعاتی بودن داشتن، هیچ وقت اجازه نمیدادن که به 8 ماه زمان در واقع 8 ماه زمان ببره برای اینکه بخوان دادگاه رو برگزار بکنن، کما اینکه در مورد پرونده های دیگه ای که در واقع داشتن اونقدر عجولانه، پرونده های عزیزانی که به در واقع به محاربه و افساد فلعرض، معترضانی که به محاربه و افساد فلعرض محکوم شدن، در واقع خیلی سریع عجولانه این کار رو انجام دادن، قطعا نمیگذاشتن که 8 ماه زمان ببره. بنابراین مستنداتی ندارن، ادله‌ای ندارن، شواهدی ندارن و این دادگاه علنی هم برگزار نخواهد شد. خود نیروهای امنیتی که در این 8 ماه در واقع این خانم‌ها رو بازجویی کردن، میدونن که اونها کاری به جز رسالت حرفه‌ای خودشون انجام ندادن. اونها روزنامه‌نگار بودن، صدای مردم ایران بودن، صدای خانواده خانم امینی بودن و جز این حقیقتاً کار دیگه‌ای انجام ندادن. اصولاً هم حکومت‌های تمامیت‌خواه از این که در واقع اون رسوا بشن در مقابل عدم تحمل شنیدن صداهای مخالف خیلی حراس دارن. بنابراین من فکر نمی کنم که این دادگاه رو علنی برگزار بکنن و اما ذات مطرح شدن چنین مطالبه‌ای در افکار عمومی ایران بسیار بسیار مهمه، از این جهت که تاکید داره بر حق دانستن مردم، همون چیزی که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به خاطرش الان 8 ماهه که در زندانن و مشخص نیست که واقعا چه سرنوشتی در انتظارشونه. خب خانم رضایی، با توجه به پرونده دیگر معترضان، به نظر نمیاد که پرونده این دو روزنامه و دادگاهی که قراره برای این دو روزنامه برگزار بشه عادلانه خواهد بود؟ با توجه به این موضوع چه سرانجامی رو میشه متصور شد برای پرونده این دو خبرنگار؟ راستش نمیشه واقعا هیچ چیزی برآورد کرد. یعنی دستگاه قضای ایران حالا چه در زمانی که در واقع با یک چالش بزرگ مربوط به هست و نیستش مواجه نشده بود، مثل اعتراضات بعد از قتل حکومتی مهسا امینی، در واقع همون موقع هم همه تصمیم گیری رو به قاضی در واقع واگذار کرده. بحثی که در حقوق ایران مطرحه، حقوق جمهوری اسلامی مطرحه، بحث علم قاضیه و تصمیم گیری قاضی. بنابراین ما نمیدونیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، اما سوابق قاضی پرونده این دو عزیز نشون میده که و اینکه خود او فقط در واقع قبول کرده که همچین پرونده ای رو بررسی بکنه در شعبه 15 دادگاه انقلاب، نشون میده که چقدر در واقع این وضعیت سخت و سنگینی برای خانواده های خانم ها محمدی و خود خانم محمدی و خانم حامدی و خانواده هاشون هست. واقعا نمیشه حد زد که چه حکمی رو ممکنه صادر بکنن، ولی اینکه 8 ماه در بلا تکلیفی نگهشون داشتن، در برزخ نگهشون داشتن بدون اینکه پاسخگو باشن به خانواده هاشون، این خودش بزرگترین نقض حقوق بشره. ما باید روی این تاکید داشته باشیم که در واقع حکومتی که با قلدری کردن علیه خانواده ها، علیه در واقع روزنامه نگاران، علیه فعالان مدنی سعی میکنه که جامعه رو سرکوب بکنه، قطعا راه به جایی نخواهد با تا حالا نبرده، از این به بعد هم نخواهد بود. بسیار متشکرم از شما، رقیه رضایی روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاوا با ما همراه بودید.